قدرتی از همبستگی خالصانه شما بالاتر. پس به پشتوانه شما به پیش می رویم و همگان را فرا می خوانیم، گردا گرد مشعل و پرچم سرنگونی رژیم، و برای آزادی مردم ایران به پا خیزند. بی تردید همان مسیحیتی که این آرمان بزرگ را پیش روی ما نهاد، قدرت تحقق آن را هم عطا می کند. آن اراده و عزمی که اشرف را در سهمگین ترین شرایط حفظ کرد، نیرویی که قیام ها را در ظلمانی ترین شب ایران مشتعل کرد، آزادی و دموکراسی را هم برقرار خواهد ساخت. به این آینده پرشکوه ایمان دارم و برای آن تمام هستیم را نثار می کنم. ما از همه چیز خود دست شسته ایم تا همه چیز را برای ملت ایران به دست آوریم و چنین خواهد شد. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران و سلام بر همه شما و سلام بر اشرفی ها.
پس از سخنرانی خانم رجوی، شهردار تاورنی نمادی از پرچم تاورنی و پرچم اشرف را به رئیس جمهور برگزیده مقاومت اهدا کرد. Suis content de cette belle journée. از این روز بسیار زیبا بسیار خوشحالم که اثبات میکنه ایرانی ها در اونجا توسط همه شما مورد حمایت قرار گرفتن و شما پیروز شدید. تاورنی خوشحاله که از شما استقبال کرده و میخوام به شما خانم مریم رجوی یک یادگاری کوچکی واگذار کنم. از تاورنی به اشرف این هدیه زیبا. آنگاه نائب رئیس پارلمان اروپا دکتر آلخو ویدال کوادراس و سید احمد غزالی نخست وزیر سابق الجزایر و رئیس کمیته عربی اسلامی برای دفاع از اشرف و همچنین آقای ژان پیر برار نماینده مجلس ملی فرانسه و خانم نریمان روسان نماینده پارلمان اردن اسناد حمایت اکثریت پارلمان اروپا و اکثریت مجلس ملی فرانسه، اکثریت پارلمان اردن و 100 نماینده پارلمان مصر را به رئیس جمهور برگزیده مقاومت اهدا کردند. شمار مجالس قانونگذاری که اکثریت هر یک از آنها بیانیه‌هایی در حمایت از حقوق مجاهدان اشرف و ضرورت بر عهده گرفتن حفاظت اشرف از سوی ملل متحد و تضمین این حفاظت از سوی آمریکا و همچنین در حمایت از مقاومت و قیام مردم ایران و راه حل سوم خانم رجوی امضا کرده اند به 23 مجلس قانونگذاری بالغ شد و از سوی نایب رئیس پارلمان اروپا در اجتماع بزرگ هموطنان و حامیان مقاومت ایران اعلام گردید. پارلمانترها و نمایندگانی که از این مجالس قانونگذاری در این گرد همایی حضور داشتند اسناد این بیانیه ها را به رئیس جمهور برگزیده مقاومت اهدا کردند.